سلام و شب شما بخیر. به محور از طلوع نیوز با من زرمینه محمدی خوش آمدید. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هشدار می دهد که سال بدون تامین خواست مردم به یک موج تازه از خشونت منجر خواهد شد. معصوم استانگزای تاکید می ورزد که در مرحله بعدی مذاکرات سال با چالش ها و موانع دشوار روبرو خواهد بود، اما برای پیشرفت این روند به یک پشتیبانی فراگیر نیاز است. در این حال عمران خان نخست وزیر پاکستان در دیدار با نمایندگان طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر خواستار کاهش خشونت ها از بهر رسیدن به یک آتش بس شده است. از سوی هم بانوی نخست کشور میگوید که طالبان از حکومتداری آگاه نیستند و دیدگاه آنان تغییر نکرده است. نمایندگان طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر که به اسلام آباد رفتند با نخست وزیر این کشور درباره روند صلح افغانستان رایزنی کردند. عمران خان در این دیدار از طرفهای درگیر خواسته است که با کاهش خشونت ها برای رسیدن به یک آتش بس تلاش کنند. همزمان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در یک نشست آنلاین مرحله پیشرو در روند صلح را دشوار می داند. وقتی در میز مذاکره باشیم اطمینان خواهیم داد که خواست مردم افغانستان چه حقوق زنان باشد، چه حقوق شهروندان و چه صلح پایدار تامین می شود. زیرا صلحی که دوامدار نباشد به معنای ورود به چرخه تازه خشونت ها خواهد بود. فکر می کنم که زمان پرچالش و راه پرمانی پیش رو داریم که دشوار خواهد بود، نه آسان. ما به پشتیبانی همگی نیاز داریم. هیئت های مذاکره کننده دو طرف در جریان حدود 3 ماه مذاکره تنها بر سر کارشیوه مذاکرات به توافق رسیدند. در همین حال بانوی نخست کشور که یک مقام انتخابی نیست در گفتگو با رادیو آزادی به احتمال ایجاد حکومت موقت مخالفت می کند. بلیاز خدا ایره نکنی، ای بسیار خطرناک است. علی نمی فهمون که رئیس جوابشی می شه. زنان بیشتر از هر کس دیگری در افغانستان صلح می خواهند، اما معنای صلح برای ما چیست؟ تنها نبود جنگ نیست، بل صلح، عدالت، فراگیری و آینده روشن برای زنان افغانستان است که بتوانند درس بخوانند، کار کنند و در سیاست سهیم باشند. از سوی هم یک تحلیلگر آمریکایی مسائل افغانستان میگوید که برای ایالات متحده پایان دادن به حضور نظامی در افغانستان برای یافتن یک راه حل سیاسی ارجحیت دارد. علت این که ایالات متحده خروج نیروهایش را مشروط ساخته است این است که ایالات متحده به این علت وارد گفتگوهای صلح نشد که فکر کند گفتگوهای صلح بهترین راه برای حفظ منافعش در منطقه است، بل به این علت است که فکر می کند گزینه نظامی دیگر کارا نیست و باید بیرون شود. انتظار می رود که پیش از پایان وقفه آغاز دور دوم مذاکرات صلح نشست کمیته های رهبری شورای عالی مصالحه نیز برگزار شود. سخنان از دشواری دور دوم مذاکرات تا خواست پشتیبانی فراگیر از روند صلح افغانستان. در همین مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعه. سلام بر شما، خوش آمدین آقای قیومی. بحث میخوایم از اینجا آغاز بکنیم، ما در کدامین بخشی از روند صلح افغانستان در حال حاضر قرار داریم؟ بسیار تشکر. به نام خداوند. خب ما تصور میکنم که یک دوری از گفتگوهای صلح البته تمام شد. در دوری اول گفتگوهای صلح که گفته میشه تا حدودی پیشرفت نسبی صورت گرفته، ما نمیتوانیم دستاورد تلقی بکنیم. تنها پیشرفتی که صورت گرفت اما داره که در جریان تن توافق روی اصول مذاکره است، روی چارچوب مذاکره، اما عملا پیشرفت اساسی که در پروسه صلح افغانستان و مذاکره صورت بگیره و نتایج سودمندی را داشته باشد تا هنوز ما شاهد نبودیم. اما رویم رفته با توجه به وقفه‌ای که ایجاد شده، من تصور میکنم که دوری دومی که قرار است شروع شود خب ممکن است که یک مقدار متفاوت باشه، به خاطر که در دور اول یک چیزی که تجربه شد از طرف طالبان مخصوصا، یک طرف اونا در میز مذاکره با هیئت دولت افغانستان گفتگو کردند و از طرف دیگر برخلاف انتظارات مردم افغانستان خشونت ها به شدت جریان پیدا کرد.
در مکانیزم حل منازع همزمان هم مذاکره هم خشونت چندان توجیه نداره. تا حدودی گفتم میشه کاملا یک نوع تناقض بود که در رفتار طالبان دیده شد. در دوری دوم انتظار میره که همان طوری که ملاقات را که آقای مارک میلی از مقامات ارشد نظامی امریکا با طالبان داشتن و ملاقاتی را که حتی طالبان با عمران خان داشت، من تصور میکنم هر دو یک تحول است. ممکن است دور فعلی یک مقدار اگر قرار شود که مذاکره شروع شد کاملا متفاوت باشد. درست. آخر قیمی من میخوام از شما پرسم، خب وقفه 3 هفته‌ای که در حال حاضر به میان آمده، هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در درون چگونه باید رایزنی های خودش را به پیش ببره در مورد 24 پیشنهاد گروه طالبان؟ سوال مهمه شما اشاره کردین. در بحث پروسه صلح چند نکته بسیار بنیادی است، مخصوصا در موفقیت پروسه. مسئله بسیار مهمی که اما طوری که در صحبت های آقای استانگزه هم این موضوع بیان شده، بحث همکاری از این پروسه است، یعنی همکاری مشترک تمام گروه ها، همکاری مشترک شورای عالی مصالحه دولت افغانستان، و در عین زمان در جدا از بحث همکاری مسئله هماهنگی. به هر میزانی که هماهنگی سازنده بین دولت افغانستان شورای عالی مصالحه وجود داشته باشه، با سرعت و پیشرفت پروسه کمک میکنه. از سوی پروسه به نظر ما بحث همکاری و هماهنگی دولت افغانستان با کشورهایی که میانجی هستند، مخصوصا ایالات متحده آمریکا. خب حدودا این پروسه از طرف آمریکایی‌ها رهبری میشه، اما یک مقدار نگرانی که وجود داره است که هنوزم دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه به شکل آنچه که توقع میشد مالکیت پروسه را به دست نگرفتن. خب اگر در آینده در دور دومی که شروع میشه نوع همکاری و هماهنگی یک از یک طرف از بود داخلی بین دولت افغانستان شورای عالی مصالحه بیشتر نشه و همکاری ها بیشتر نشه، و از سوی دیگر در بود بین المللی هماهنگی و همکاری در چارچوب پروسه صلح با ایالات متحده بیشتر نشه، خب ممکن است که پیشرفتی صورت نگیره. آنچه که بسیار مهم است، مسئله تعیین کننده است در هر پروسه صلح، نقش میانجی و در عین زمان هماهنگی میانجی با دولت افغانستان با شورای عالی مصالحه. درست. آقای قیمی شما از هماهنگی یاد کردین. در حال حاضر دو دیدگاه مختلف میانم ارگ و سپیدار وجود داره، یا شورای عالی مصالحه میدی و ارگ در محل مذاکره را اینا رویش اختلاف دارن. رئیس جمهور غنی اشاره کرده بود که باید در درون افغانستان برگزار شود، اما آقای عبدالله میگه که نباید که اختلاف بر سر محل برگزاری مذاکره سبب تاخیر آغاز دوره دوم مذاکرات شود. چگونه این هماهنگی و توافق دیدگاه در درون افغانستان ایجاد شود؟ ببینید، بحثی که با مذاکره در داخل افغانستان صورت بگیره، برداشت ما یک بحث واکنشی است، یعنی یک بحث چالشی است، یک بحث سازنده نیست. شما میبینید که سطح تعاملات و مخصوصا بحث اعتماد سازی بین دولت افغانستان و حتی طالبان در اکثر بسیار پایین است. چگونه ممکن است که طالبان آمده شوند داخل افغانستان، در یک از ولایت افغانستان بیان با دولت افغانستان باید مذاکره راجع به آینده افغانستان، راجع به پیشرفت پروسه صلح بحث بکنند؟ این دیدگاه زیاد دیدگاه سازنده نیست. یک دیدگاه است که به پروسه صلح کمک نمیکنه. ابتدا باید مسئله بسیار مهم، بحث اعتماد سازی و پیشرفت در اجندای مذاکره قرار از بین طرف صورت بگیره. خب در آینده میشه که یک دوری از مذاکرات داخل افغانستان باشه، اما در شرایط کنونی شما میبینین که همه روزه خشونت به شدت جریان داره، جنگ در تمام نقاط افغانستان دوام داره بین دو طرف، و طرحی را که رئیس جمهور در قسمت ارائه میکنه یک طرح دولت افغانستان، شورای عالی مصالحه، چیزی که بسیار مهم است روی نقشه صلح کار بکنن، و یک نقشه صلح که تا
تمام طرح‌های گوناگون در چارچوب نقشه صلح تعریف شده باشه. به اساس نقشه صلح باید این پروسه در دراز مدت رهبری شه. و از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای دیگر هم تجربه نشان داده، تا زمانی که حکومت به شکل اساسی پروسه را با شورای عالی مصالحه در ملکیت و زیر چتر رهبری نداشته باشند، باز هم انتظار داشتن از ایالات متحده آمریکا به برداشت ما که اونا صلح ایجاد بکنند یک انتظار بجا نیست. درست. آقای قیومی، من میخوایم از شما برسم، در حالی که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان سرگرم رایزنی در درون افغانستان است، طالبان هم هیئتشان سرگرم دیدار از پاکستان است. عمران خان در دیداری که با هیئت طالبان داشتن بر کاهش خشونت تاکید کرده. این یعنی چی؟ پاکستان در تلاش پیروزی از صلح افغانستان است یا در تلاش راه اندازی یک بازی دیگر؟ متاسفانه پاکستانیا با توجه به ای که در اواخر وعده هایی را که دادن، اما عملا استراتژی پاکستان به شکل بنیادی تغییر نکرده، یعنی هنوز یک نقش سازنده و مثبت را در پروسه صلح بازی نکرده. خب بدون شک صلح افغانستان همان طوری که بازیگرهای بسیار مختلف داره، در بود داخلیش مسئله بسیار مهم کارکرد دولت است و کارکرد شورای عالی مصالحه افغانستان و تمام گروه سیاسی که باید از پروسه صلح زیر چتر رهبری دولت حمایت بکنند، این مسئله مهم است. در بود منطقه‌ای چیزی که خیلی زیاد مهم است نقش پاکستان است. چرا طالبا شما میبینید که پس از پایان یک دور مذاکره، پس از اینکه وقفه ایجاد میشه، هیئت دولت افغانستان بازگشت میکنن به کابل و گزارش میدن با شورای عالی مصالحه افغانستان و دولت افغانستان، هیئت طالبان مستقیم به پاکستان میره. این رفتن مستقیم بعد از دور مذاکره و ملاقاتی که با عمران خان داشتن میتونه پیامهای مختلف داشته باشه که چقدر میزان وابستگی طالبان و پاکستان بیشتر است. معناش است که اینا در این صحبتی را که با عمران خان دارن، خب از یک طرف گزارش دادن و از طرف دیگه ای که باید برنامه بعدیشان در مشوره با پاکستان پیش ببرن. چیزی که خیلی مهم است بازم یک دیپلماسی فعال و تلاشی بیشتر دولت افغانستان که تا پاکستان هم متقاعد بسازه و اینا نقش مثبت را در پروسه صلح بازی بکنن و نقش سازنده پاکستان منجر به کاهش خشونت و آتش‌بس در افغانستان هم میشه اگر صادقانه از این پروسه حمایت بکنن. بله، تشکر آقای قیومی که وقتانه در اختیار ما گذاشتین. ممنون شما. تشکر از دعوتتون. بخیر باشین. وزارت امور داخله میگوید که در یک انفجار بر یک مراسم ختم قرآن کریم در ولایت غزنی 15 غیر نظامی جان باختند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که این انفجار ساعت 2 پس از چاشت امروز در ولسوالی گیلان غزنی با کارگیری از یک موتورسیکل زرنج هنگامی در یک خانه رخ داد که در این خانه مراسم ختم قرآن کریم برگزار شده بود. اعضای شورای ولایتی غزنی میگن که شمار زخمیان این رویداد 25 تن است و کودکان نیز در میان قربانیان هستند. در این حال از بدخشان خبر میرسد که زبیولا عادلی سرپرست فرماندهی پلیس ولسوالی ارگوی این ولایت نیز جان باخته است. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای نصیر فقیری، رئیس شورای ولایتی غزنی. آقای فقیری سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. اگر در نخست جزئیات تازه از انفجار امروز در غزنی بر مراسم ختم قرآن شریف از شما داشته باشیم. تشکر. سلام بر شما و تمام بینندگان تلویزیون تولو نیوز. متاسفانه غزنی دردمند امروز با ادامه جنایت‌های قبلی که مخالفین مسلح مردم افغانستان و مخالفین مسئله نظام افغانستان از عمل کرد و کار کرد نابخشودنی ایشان که در نقطه نقطه افغانستان و در غزنی بجا میگذارن، امروز یک تعداد از افراد و اطفال بیگناه و معصوم ما در ولایت غزنی در ولسوالی گیلان و در قریه آقوجان به شهادت رسیدن که ناشی از انفجار یک موتورسیکل زرنج در قریه آقوجان ولسوالی گیلان بودن که این ریکشا و این سه چرخه
مملو از مواد انفجاری و منفجره در داخلشان جاگذاری شده بودند و قرار گزارش و اطلاعی که برای ما از منطقه و محل رسیدن اونا اراده و قصد به این داشتند که نظامی کشتار و دهشت و وحشتشان بتانند یک استفاده حداقل غیر اصولی و غیر انسانی بکنند که متاسفانه در قریه آقا جان یک مراسم ختم قرآن در اونجا برگزار شده بودند که همین موترسیکل زرنج مواد مملو از منفجره خود مواد منفجره شانه در این قریه در حضور داشت یک تعداد از مردم و اطفال بیگناه که در داخل خودی زرنج سامان و اشیای بازی اطفال در سر زمین پوشانده شده بودند و به یک نحوی برای مردم اخفال کرده بودند که اینجا ما دقل لوازمی بازی طفلانه را آوردیم که به مو اساس به تعداد 15 نفر از اطفال و افراد بیگناه قریه آقاجان ولسوالی گیلان شهید شدند و 15 نفر هم زخمی بر جا گذاشتند که وضعیت زخمی ها همچنان وضعیت وخیم به خود دارند که اکثرشان در شفاخانه ولایتی ولایت غزنی تحت مداوا فعلا قرار دارند که وضعیتشان وخیم است. درست آقا فقری، پس از این که از شما میخوایم بپرسم چرا مراسم ختم قرآن کریم مواجه یک انفجار؟ خب این خو در افغانستان یکی از نمونه های عمل کرده های حداقل که جنایت تروریست ها، جنایت مخالفین مسلح و استخبارات منطقه یک شرایط را به وجود بیارن تایی که یک وحشت و دهشت در بین مردم را بیاندازن تایی که از یک نوع عمل کرده داشته باشن که برای مردم به یک نحو خشنش بفهمانند که این حضور ما هست، مثل که ما در چند روز گذشته و در مدت گذشته یک تعداد از خبرنگارای بسیار خوب و ورزیده خود ما از دست دادیم که هیچ گونه حداقل دلیل نمیتونه داشته باشه بر عمل کرده از اینا. طبعا یک سر و صدا و یک انعکاس خبری و یک وحشتی که باید برای بین مردم داشته باشن مخالفین و حداقل افراد اشخاصی که از طرف استخبارات و کشورهای بیگانه برشان دستور داده میشن یا به مو شکل مو وظیفه خود میخواین انجام بدن تایی که برای مردم رنجیده و مردم مظلوم افغانستان به نمایش بگذارن که ما همچو عملکردای داریم و ما همچنان حضور داریم. این عملکردشان به یک نحوی جنبه تبلیغاتی و جنبه حداقل سیاسی دارن تایی که با کشتار مردم بیگناه اطفال و حضورشان را به نمایش بگذارن. درست آقا فقری، اگر صحبت کنیم شاید ماه قوس مرگبارترین یا خونبارترین ماه بر غزنی به شمار برود، چون دو حمله بزرگتر در کنار حملات دیگر در کنار جرمهای جنایی که اتفاق میفته در غزنی و نامنی های دیگر اتفاق افتاده در غزنی، اما چرا غزنی اینقدر ناامن؟ خب سوال بسیار دقیق و بجا است. متاسفانه در ماه قوس و در چندین سال گذشته ما در غزنی شاهدی از دست دادن افراد بیگناه و بیچاره و مردم مظلوم شریف ولایت غزنی هستیم که در رویدادهای اخیر ولایت ما شاهد یک انفجار بسیار مهم و قوی موتربم در یک از قطعات نظامی خود ما بودیم و همچنان در خود ازمی ولسوالی گیلان در حدود دو هفته پیش ما شاهد یک موتربم یا انفجار تانگ هاموی مخالفین بودیم که در یکی از بیزای امنیتی او ولسوالی و همچنان یک حمله موتربم دیگر در ولسوالی اندر ولایت غزنی. دلیلش به این است که ولایت غزنی یکی از ولایت‌های ناامن و یک ولایت استراتژیک برای حضور مخالفین و برای استخبارات منطقه هستند. بنا به دلایل مشخص و متعدد که ولایت غزنی است، ولایت غزنی اول دلیلش به این است که حداقل با 7 ولایت کشور همسرحد است و با ولسوالی ناوه ولایت غزنی که همسرحد با همی ولسوالی گیلان هستند که امروز و چند روز گذشته همچو عملات در این ولسوالی و در نقاط مختلف غزنی با وجود و با وقوع پیوستند. ولسوالی ناوه از مدت 18 سال 17 سال به این طرف در اختیار مخالفین مسلح حکومت افغانستان قرار دارند که این ولسوالی یکی از ولسوالی های استراتژیک برای مخالفین و اگر در اختیار حکومت قرار بگیره طبعا میتونیم که یک ولسوالی استراتژیک بر دولت افغانستان بگیم. بنا به دلیل که و ولسوالی تحت اثر مخالفین قرار دارند و گروه های تروریستی و بخش های مختلف حداقل از گروه های تروریستی مثل گروه های القاعده و حتی سازمان های استخباراتی در اونجا فعالیت غیر مستقیم دارند در این ولسوالی که این ولسوالی همسرحد و هم مرز با کشور پاکستان هستند که مخالفین زخمی هایشان اکمالاتشان و تداویشان در این ولسوالی از این طریق ولسوالی ناوه در پاکستان انتقال میتن و زمینه تمام بدبختی را در ولایت غزنی و در چندین ولایت و حتی سمت شمال کشور این زمین آدرس به وجود میارن و
توجه و تمرکز دشمن هستند که ولسوالی استراتژیک در اختیارشان باشند تا اینکه بتونن حداقل امو اعمال شومشانه که دارن در ولایت غزنی و در ولایت مختلف افغانستان به نمایش بگذارن. درست آقای فقیری، خب هر گروه هراس افغان تلاششون همین است که اینا فعالیت های خودشان و حملات خودشان را داشته باشند، اما پرسش این است که 18 ولسوالی را که غزنی دارد تنها 3 ولسوالی به کنترل حکومت است، دیگرش 6ش ناامن است، یعنی به دست طالبان و به دست حکومت و دیگرش مطابقی به دست گروه طالبان است. با این حالت مردم چه باید بکنن و یا هم بگویم نیروهای امنیتی مصروف چه کار در غزنی هستند؟ ما متاسفانه بخشای امنیتی، ارگانهای امنیتی ما در غزنی با جلسات متعددی که ما می داشته باشیم و انتقاد اعتراضایی که می داشته باشیم و عمل کردشان رو می بینیم، تلاش جدی خود را به نمایش می گذارن تا اینکه حداقل تلاش بکنن تا یک وضعیت مناسب امنیتی را در ولایت غزنی به وجود برن. اما متاسفانه ولایت غزنی بنا به تشکیلی که دارن، تشکیل امنیتی و تشکیل بخشای ملکی و وسعت جغرافیایی که در این ولایت وجود داره و وسعتی که دارن، اون ظرفیت نیروی امنیتی ما که باید باشن، حداقل نیروی پلیس ما تشکیلش زیاد باشه و نیروی امنیتی ما در بخش اردو و بخش امنیت ملی هم یک تشکیل کافی باشن که تا بتونیم همو ولسوالی های ناامنی که داریم، ولسوالی های آسیب پذیری که داریم، اونا را باز دوباره به دست بگیریم و این عمل کرد از مسئولین قبلی در حدود 7 8 سال یا 3 4 سال گذشته بودند که هر ولسوالی که سرشان فشار آمدن اینا مردن محدود کردن و تمام ولسوالی ها را محدوده شهر غزنی اونا ویزای امنیتی ساختن و ولسوالی اصلی که باید هستیشان در نقاط اصلیشان باشن اونا را انتقال دادن، که برمیگرده با تصفیه و تلاشی و اکمال و تجهیز نیروی امنیتی ما که در غزنی اکمال شون و تعداد تشکیلشان افزود شون تا اینکه مردم غزنی بتونن حداقل هم آرامش را که در گذشته داشتن و در حدود 7 8 سال گذشته داشتن باز دوباره هم آرامش به دست بیارن و با مو زندگی عادی و با مو زندگی نرمالی که داشتن با مو زندگی دست پیدا بکنن. دلیل این که چرا این وضعیت در غزنی حاکم است، من دلیلش رو یک واضح بر شما میگم که کمبود تشکیل بخشای امنیتی ما و کمبود و تجهیز بخشای نیروی امنیتی ما، اینمی دلیل عمده ایزی است که حداقل تا هنوز نتونستیم ما در قبال و در قسمت تامین امنیت غزنی نظر به مو وضعیتی که ما تحلیل داریم و عملا میبینیم در ولایت غزنی چه جریان داره، دلیل عمده شما میتونم همین دو موضوع داشته باشیم. درست آقا فخری، اما شاید که کمبود نیرو در غزنی بدیل خوبه نباشه یا یک بهانه بسیار خوبه نباشه به نیروهای امنیتی که اینا نتونن تامین امنیت بکنن، در حالی که از کمترین نیرو با مدیریت درست میشه که استفاده خیلی خوب هم صورت بگیره اگر اراده در غزنی وجود داشته باشه بر تامین امنیت. خب با حرف شما دقیق است. ما دلیل خود به این بگم که ما در گذشته مسئولین ناکارا و فاسد داشتیم که حداقل نتونستن همو وسط جغرافیایی و ولسوالی هایی که ما در اختیار داشتیم اونا را در اختیار خود می داشتن و همو وضعیتی که در اختیارشان بودن و وضعیت خود در کنترل خود می داشتن. بنا به همون دلیل که ما مسئولین جدید را در حدود دو ماه گذشته به دست آوردیم که هر مسئول در تلاش ازی هستند تا اینکه اونمو خلاهایی که در گذشته باقی مانده بودن او خلاها را دوباره پر بکنن و تلاش به دارن که حداقل از این فرصت زمستانی استفاده بکنن، ولی طبعا مخالفین مردم افغانستان تلاش میکنن تا اینکه اونمو تلاش سقوطی که در گذشته در غزنی داشتن تا اینکه بتونن این ولایت به شکل درستش و شکل تمامش سقوط بتن و از دست نیروهای امنیتی و مردم افغانستان، از مردم غزنی از دست بتن و نجات بتن. اینمی کار شدن که حداقل نیروهای امنیتی ما تا هنوز تلاششان به این است که بتونن ولسوالی های از دست رفته را دوباره بازپس بگیرن و ساحات آسیب پذیر ما را تامین امنیت بکنن. طبعا در غزنی و در اکثر ولایت نیروهای امنیتی ما تلاش خود میکنن، ولی طبعا مخالفین از تکتیک های استفاده میکنن تا اینکه بتونن یک غوغای رسانه‌ای و حداقل در فضای مجازی به یک شکل را بیاندازن تا اینکه همو حضور بدشان یا حضور وحشتناک و دهشت دارش به نمایش بگذارن تا اینکه مردم بگن که مخالفین یا تروریست‌ها یا گروه های تروریستی فعالیت دارن. درست آقا فقیری، من میخوام از شما بپرسم میتونه زمستان فرصت بر امن ساختن غزنی باشه اگر کار درستتر بر تامین امنیت غزنی صورت بگیره؟ ما به عنوان نماینده مردم غزنی در شورای ولایتی در هر مجلسی که با مسئولین محلی غزنی داشتیم، پافشاری ما به این بوده که این زمین فرصت به دست آمده
باید ما به هر گونه ای که میتونیم استفاده بکنیم، ولی نیروهای امنیتی ما طرحهای مشخص خودشان را داشته، در ارگانهای مربوطه خودشان شریک ساختند تا اینکه بتوانند برای بهار سال آینده یک آمادگی کامل داشته باشند و تعداد قطعات نظامیشان اکمال و تجهیز بکنند و یک تعداد از تولایای منطقه‌ای که برای هر منطقه آسیب پذیر هستند پیشنهاد کردند در مرکز، و دلیلشان اینمی هستند که ما بتانیم حداقل از فرصتی به وجود آمده یک تجهیزات امکانات خوب را به دست بیاریم تا اینکه بتانیم برای سال آینده، برای بهار آینده ما یک شرایط خوب را امنیتی را در غزنی داشته باشیم. و زمستان هم که پیش رو است، متاسفانه مخالفین هر شب و روز در غزنی با مو تحرکات و با مو جنایاتی که دست می‌زدند، شب گذشته در چندین نقطه شهر غزنی مخالفین تلاش کردند که حمله بکنند، ولی بازدید حمله و دفع حمله ای که از طرف نیروهای قهرمان امنیتی ما مواجه شدند، همه ایشان دوباره کشتن و زخمی ساختن و اونا ساحه را ترک کردند که ما در ارزو، منطقه ارزو، دیشب جنگ و درگیری داشتیم، در منطقه شهباز درگیری داشتیم و در یکی از بیزا و پستای نزدیک به شهر غزنی قلعه قاضی ما درگیری داشتیم و در ولسوالی قره‌باغ یک تلفات بسیار شدید روی مخالفین از طرف نیروهای قهرمان امنیتی ما صورت گرفتن که در حدود 20 الی 30 نفر از آقای سکری، زمانی که جنگ حتی به دروازه های شهر غزنی رسیده، مردم چه انتظار از این تلاش های زمستانی نیروهای امنیتی بر تامین امنیت در غزنی باشن؟ خیلی کوتاه. خب مردم قطعا از وضعیت موجوده رضایت ندارن و ما بر شما در صحبت قبلی خود گفتم که مشکلات از گذشته بودن و نیروهای امنیتی ما در تلاشی هستند که بتونن وضعیت به دست خود بیارن، کنترل وضعیت دست داشتن. تشکر از شما آقای فخری که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. ممنون شما. فکر هم وقفه. به ادامه محور یک بار دیگر خوش آمدید. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش می دهد که پنتاگون در کار نظارت و ردیابی تجهیزات نظامی کمک شده به افغانستان موفق نبوده است. بر بنیاد گزارش تازه، سیگر تجهیزات نظامی که به افغانستان داده می شوند از بحر چگونگی کاربردان و نیز جلوگیری از انتقال به گروه سوم باید همه ساله از سوی نظامیان امریکایی موجودی شوند. اما بر بنیاد این گزارش، 60% تجهیزات از ماه می سال 2019 میلادی تا اپریل 2020 میلادی موجودی نشده. سیگر گفته است که دو سال پیش مقام‌های افغان به ناظران امریکایی گفتند که از مجموع 48 دوربین شب که امریکا به نیروهای افغان داده است، 19 دوربین در اختیار گروه‌های مخالف قرار گرفتند و 29 دوربین نابود شده. در گزارش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان آمده است که فرماندهی مشترک انتقال امنیت به افغانستان میان ماه می سال 2019 میلادی الی اپریل 2020 از میان 12681 قلم تجهیزات اساس تنها 5088، یعنی 40% آن را موجودی کرده است. سیگر گفته است که وزارت دفاع امریکا در کار نظارت از تجهیزات اساس نظامی کمک شده به نظامیان افغان ناکام شده است. در مدیریت کلان نیروهای امنیتی ضعف مفرط وجود داره و تا زمانی که وضعیت دیتون باشه، یقینا دونرها و کشورهایی که حمایت میکنه از ارگانهای امنیتی، یقینا باعث دلسردی از اونا خواهد شد. بر بنیاد این گزارش، دو سال پیش مقامهای افغان در پاسخ به ناظران امریکایی گفتند که از میان 48 دوربین شبین که امریکا در اختیار نظامیان افغان قرار داده است، 19 دوربین به دست دشمن افتاده است و 29 دوربین دیگر آن از بین رفته و یا گم شدند. تا زمانی که انگیزه برای نیروهای نظامی افغانستان از بالا تا به پایین ایجاد نشه و فکر نمی کنم که نه ای برنامه حساب و کتاب منظم و درست میشه. اما وزارت دفاع ملی این گزارش را بی بنیاد می داند. با قیمت جان خود از او نگهداری و حفاظت می کنند و به هیچ صورت نمی گذارند تا به دسترس دشمن قرار بگیرند. بر بنیاد گزارش سیگر، تجهیزاتی که به نظامیان افغان تحویل داده می شوند اما ساله باید از سوی نظامیان امریکایی موجودی شوند تا اطمینان یابند که این تجهیزات بدون اجازه حکومت امریکا به گروه سومی سپردن نشده باشد. اما فرماندهی مشترک انتقال امنیت به افغانستان گفته است که
برنامه نظارت بر تجهیزات بر جغرافیای جنگی مانند افغانستان طراحی نشده است و انتظار ندارند که در آینده نیز به این مشکل رسیدگی شود. ناکامی پنتاگون در نظارت و ردیابی تجهیزات نظامی کمک شده به افغانستان. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای مرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله، و همچنان آقای ضیا رفعت، استاد دانشگاه. سلام بر شما، خوش آمدید مهمانان عزیز. بس آقای یارمن، بس با شما آغاز میکنیم. گزارش شد تازه پنتاگون در مورد این که 60% از تجهیزات نظامی کمک شده به نظامیان افغان اینا موجودی نشدن، میتونه بیانگر ناکامی پنتاگون باشه یا برداشتن یک پرده دیگر از فساد در نیروهای امنیتی افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما و جناب استاد رفعت و بیننده گرامی شما. عرض شود که از آغاز که ایالات متحده امریکا به افغانستان آمد و آغاز کردن برای تأسیس اردو و پلیس افغانستان، در مراحل مختلف با نظر داشته پلان استراتژیک که امریکایی‌ها داشتند به خاطر ارتقای قابلیت نیروهای امنیتی افغانستان، بخش‌های مختلفی را اینا تحت پوشش گرفتن. البته تجهیزاتی را که اینا صرف در بخش تجهیزات مگر تماس بگیرم، اینا که به اردو پلیس افغانستان دادن، در آغاز اینا با یک امور روش های اداری در بخش افغانستان از گذشته ها به یک گونه بود، در ایالات متحده امریکا به دیگر گونه بود. قاعده برای امریکایی هایی بود که زمانی که قول اردو تأسیس می شد، اما سلاح و تجهیزات و همه چیزی از این بدونی از اینکه راجستر معینت تعلیمات، معینت لوجستیکی وزارت دفاع را یا داخله را داشته باشه، اینا برده در امو واحد اداری و در واحد های دوم توضیح میکردن، در قول اردو توضیح میکردن که مرکز خبر نداشت. درست. از پلیس همچنان در ولایت توضیح میکردن که وزارت داخله خبر نداشت، ریاست لوجستیک، در حالی که ما در اینجا ریاست اسلحه داریم، ریاست تخنیک داریم، باز ریاست اداری توزیع مهمات داریم و بخش های مختلفه را ما داریم. اینجا یک غلط فهمی شد توسط خود امریکایی ها که چیزا را توضیح کردن. بله. قسمی شد که اینمی تجهیزات راجستر دفتر مرکزی نشوه و عزیز توضیح نشوه، یعنی مرکزیت اینا نقص کردن. به او خاطر این تجهیزات یک مقدار زیاد تلف شد. تلف به این شد که در مرکز در دفتر اندراجی از یا قید و ثبت نشده بود. باز در مراحل دیگه که حالا سر دوربین های شب می آین که مثلا بله. دوربین شب هم با توضیح کردیم. خب حالا وزارت دفاعی را رد میکنه، اما من باورمند به این هستم، خب جنگ است، در جنگ تلفات صورت میگیره، بالاخره سر هر چیز علل و عواملش با بالای علل و عوامل تحقیق صورت میگیره. درست. مثلا یک پوسته صورت سقوط میکنه، تلفات به وجود میاد، چه در بخش تلفات انسانی چه در بخش تلفات تجهیزات، باید تحقیق صورت بگیره، برویت که یک تحقیق شفاف. اگر امین مصرف معجب بود میتونه که مجرا شود، در غیر از او امون مسئول تحت بازخواست قانونی باید قرار بگیره. روی هم رفته به عقیده ما. درست. اگر ایالات متحده امریکا در خصوص تحفظ تجهیزات شک داره، یک تیم مشترکی بین وزارت دفاع افغانستان و ایالات متحده امریکا، به می ترتیب بین وزارت داخله و ایالات متحده امریکا ایجاد شود، این موضوع را مشترکاً بررسی کنند تا در تفاهم با هم نسبت به این قضیه طوری پیش بروند از لحاظ تحقیقاتی که به نتیجه برسند. بله. آقای رفعت، آقای یارمن اشاره میکنن که باید بررسی صورت بگیره، گزارش که از طرف دیگر ارائه شده، اما از طرف حکومت افغانستان چگونه بررسی صورت بگیره یا مسئولیت حکومت افغانستان در این میان چی است؟ چون تجهیزات حساسی است که گفته میشه یک بخشش نامعلوم هستن. با درود به شما میمان عزیز برنامه، بینندگان عزیز تلویزیون،
گزارش های سیگار هم توجه داشته باشین که ما هیچ دلیل قانع کننده نداریم که بر آن اعتماد قطعی بکنیم. درست. دلیلش هم این هست که یک بخش عمده از فسادهایی که در همه عرصه چی ملکی چی هزینه های در بخش نظامی پیش آمده، پیمانکاران امریکایی در آنها به شدت دخیل بودند. این که چند دوربین گم میشه یا چند واسطه گم میشه، این مسئله بسیار جزئی است. در واقع سیگار سعی در برجسته سازی میکنه. دیده شده در زمانی که میخواد لحاظ سیاسی حکومت را تحت فشار قرار بده، مسئله فساد دستمایه شان است. البته در این شک نیست که در دستگاه حکومت بله. فساد هست. حرفی است که برجسته سازی میشه و نگاه سیاسی به این مسئله است. اگر از منظر سیاسی نگاه نکنیم، ما امیر روند و چگونگی کمک‌های مالی امریکا به افغانستان را این گونه میشه خلاصه کنیم. یکی این که توجه داشته باشین از همان آغاز 80% از کمک‌هایی که صورت گرفته، یعنی مبلغش، مبلغ پولی که ادعا میشه، 80%ش به سبب‌های گوناگون بازگشت به کشور مبدا میکنه، یعنی امریکا می. چون نزدیک به 80% این کمک‌ها صرف معاش‌ها و مشاوران، تنخواه مشاوران و ساز و برگ دفترها و اینها میشه، بیمه و چی بچی. حالا ما صحبت بر روی 20% داریم، بله. یعنی از هر میلیارد دلار که امریکا کمک کرده در هر بخشی، چی نظامی چی ملکی، 200 میلیون دلار رقم واقعی بوده که کمک شده. حالا ما صحبت خود بر روی همین 20% متمرکز میکنیم. این 20% سه آرزو داشته. یک این که گاه در پروژه های مصرف شده که این پروژه ها برای افغانستان اولویت نبوده، مؤثر از این لحاظ نبوده. قسمت دیگر پروژه هایی بوده که برای افغانستان اهمیت داشته اما به صورت ناقص سیاست گذاری شده و مدیریت شده از سوی خود امریکایی‌ها که بازدهی این پروژه هم ناقص بوده. گونه دیگر پروژه هایی بوده که به نام افغانستان درست گفتن هزینه شده اما از اول این پروژه ها محقق نشده، یعنی وجود خارجی نداشته. یعنی سی گونه. میرسیم به گونه چهارم. گونه چهارم پروژه هایی است که برای افغانستان اهمیت داشته، در حد نسبی خوب مدیریت هم شده و بازده یک مقدار خوب هم داشته. اگر این گونه شما بیاین بررسی نظاممند بکنین کمک های امریکا در افغانستان را، میگوییم که شاید از این 20% هم که رقم واقعی کمک بوده، رقم مؤثر کمک در افغانستان شاید به 5% رسیده. اینجاست که مشکل ایجاد شده. مسئله دیگر این است که همان گونه که گفته شد، نظام مالی و اداری امریکا به گونه ای بوده که راه را بر فساد برای بخش حکومتی افغانستان باز کرده. این هم مشکل دیگری است. مسئله دیگر در این وسط این است که هزینه های نظامی افغانستان را در بعضی بخش ها به هیچ دلیلی بلند بردن. به طور مثال سلاح های زیاد روسی افغانستان داشت که اینا از رده خارج کردن به هیچ دلیلی. درست. سلاح های زیادی داشتیم که نیاز به ترمیم داشته چون امریکایی نبوده و سلاح های نبوده که با سازوکار ناتو همخوانی داشته باشه، حاضر نشدن که با مبلغ بسیار کم اینها را دوباره سازی کنن و در معرض استفاده قرار بدن. به این ترتیب میبینی که میزان هزینه های نظامی را هم اینها بالا برد. کار دیگری که اینها کردند این بود که خود اینها از همان آغاز که گفته میشه که در افغانستان آقای دیکچینی و چند جنرال برنامه حضور امریکا را در افغانستان طراحی کردن و آمدن، نگاه سودجویانه داشتن. چون خود اینها از سهمداران شرکت های سلاح بودن، یعنی تجارت سلاح میکردن.
به این را سعی کردند که سلاح در افغانستان بسیار حیف و میل بشه. وقتی سلاح میگیم خب ابزارهای نظامی جانبی زیاد دیگری هم هست که اینا حیف و میل شود تا را برای خریداری اینها بیشتر شود. خریداری دولت امریکا از شرکت های خصوصی بالا بره. خب پولی که به هر حال هزینه میشه از این درک هست که میگین 80% وقتی به امریکا برمیگرده معنایش این نیست که به بودجه امریکا برمیگرده، به بخش های خصوصی ایالات متحده امریکا، بدون اینکه سودی برای مردم افغانستان یا پروژه های افغانستان داشته بوده باشه. ممنون شما، دوباره برمیگردم. آقای یارمند، از مجموعه تجهیزات حساس نظامی که برای افغانستان کمک شده در گزارش دیگر اشاره شده که 12681 قلم تجهیزات حساس نظامی است که از این میان 7593 تجهیزات نامعلوم هستند. اگر بگوییم که اینا به کجا رفتن و یا اگر این تجهیزات برمیگشتن به نیروهای نظامی افغانستان، امروز اوضاع چگونه می بود به ویژه در میدان نبرد؟ الو عرض شود که این تجهیزات را که اینا ادعا می کنند که نامعلوم است. بله. بالای نامعلوم حکم کرده نمیشه. اگر ما تلفات داریم، هر صبح زمانی که راپور اپراتیفی در وزارت دفاع و داخله در جلسه قرائت میشه، معلوم است که اینی قدر سرباز از شهید شده، اینی قدر ساتنمند و این قدر هم سر چیز افسر، و به همین ترتیب به اینی تعداد اسلحه به دست دشمن افتیده. این راپور میایه به جلسه رهبری اردو وزارت، هم وزارت دفاع هم داخله. اگر اموید تلف شده از بین رفته، اگر در اختیار دشمن قرار گرفته، اگر دوربین چی شده به دست دشمن قرار گرفته، در راپورهای اپراتیفی این میایه. حالا به نظر من خصوصی این مسائل ایجابی از این میکنه که سری از این موضوع به خاطر که از دالت نامعلومی برای معلوم شود باید تحقیق صورت بگیره و این تحقیق یک گروه مشترک انجام بده. همیشه ایالات متحده امریکا موارد زیاده را مثلا در فلان جا فساد است، در فلان جا فساد است، زمانی که بررسی شده نبوده. بهتر ای است که من نمیفهم این تحقیق با چه روشی انجام شده و کی را انجام داده، مدارک اثباتیه که دال بر ثبوت ادعای امریکایی باشه ای وجود داره نداره. به این جهت باور من به ای است که یک فاصله زیادی بین نوع نگاه ایالات متحده امریکا و نوع نگاه وزارت دفاع داخلی افغانستان وجود داره. این بسیار ساده میشه، بسیار ساده میشه، بسیار و زود هم تثبیت میشه. درست. که این تجهیزات به چه شکل از بین رفت؟ مثلا دوربین اینا در این گزارش برش اشاره کردن و گفتن 2 سال پیش مقام های افغان به ناظران آمریکایی گفتن که از میان 48 دوربینه که دوربین های شبینه که کمک شده در اختیار نظامیان افغان، 19 دوربین به دشمن در دست دشمن افتاده، 29 دوربین دیگه از بین رفته و یا گم شدن. اگر چیزی از بین میره به دست دشمن میافته، در راپور اپراتیفی صبحانه معلوم میشه. معلوم میشه، درست. اگر در هلمند است، اگر در بدخشان است، سلاحی که از دشمن گرفته میشه، این قانونا از اونجا فرم قید و ثبت برش چی میشه، راپور داده میشه، در اینجا میاید در لوجستیک بخش اسلحه لوجستیک وزارت دفاع و داخله، این در اونجا چی میشه که اینی قدر سلاح از دشمن گرفته شد و اینی قدر سلاح هم از ما به دست دشمن افتید. با نوع سلاح، نمبر سلاح و کتگوری از اینکه جدید است، مستعمل است، کهنه است، کلی از این تعریف میشه. من نمیدانم اگر یعنی بهتر است سیگار تا ای که اعلان کنه این موضوع را اول بین دولت امریکا، وزارت دفاع امریکا یا قماندانی ناتو در افغانستان یک تیم متخصص تحقیق توظیف شود تا ای که این مسئله را تثبیت کنند. این نمیشه که وای ادعا کنن وزارت دفاع رد کنه به خاطر اینکه همه چیز برملا شده باشه. چون کار به جای نمیرسانه این مثلا. نه، این حکم به تخمین است، نامعلوم است. درست. وقتی که ما یک چیزی نامعلوم باشه بالای نامعلوم حکم کرده نمیتونیم.
بله تشکر. آقای رفعت، بیاین صحبت کنیم روی که شما از موثریت کمک ها میاد کردین، این که چقدر رقم موثر این کمک ها بر افغانستان بوده. اگر صحبت کنیم حکومت افغانستان در استفاده از کمک هایی که چی در بخش نظامی صورت گرفته چی هم در بخش مالی بر افغانستان صورت گرفته، چقدر اینا تونستن که استفاده درستتر از این کمک ها داشته باشن؟ پیش از پاسخ به این پرسش، این نکته را هم در پیوند با گم شدن چند دوربین مطرح کنیم که حالا 19 دوربین گم شده باشه و اینها ای چقدر روی جنگ تاثیر داشته. ببینید درست. در تبلیغ یکی از اصلها اصل فرافکنی است. ایالات متحده آمریکا با استفاده از روش تبلیغ و فرافکنی میخواه برای افکار عمومی افغانستان چنین القا کنه که گویا این سلاح و مهماتی که طالبان دارن یک از منبعهایش این بوده که از حکومت به دست میاره. بله بله. خب شما در نظر بگیریم که این هم سلاح و ابزارهای نظامی که طالبان با آن نیاز دارن و هر روز از آن در سراسر افغانستان استفاده میکنن کجا حجمش و این چند دوربینی که ولو گم شده باشه و دست این کجا؟ این کار با این هدف صورت میگیره که افکار عمومی منحرف شوه، یعنی این پرسش در افکار عمومی نقش پیدا نکنه که همین طالبا سلاح خود از کجا پیدا به دست میاره. نکته دیگر هم این است که هر از گاهی مطرح میشه که طالبان با توجه به اینکه کشت کوکنار میکنن منبع عمده آیدشان و تامین این برای انحراف افکار عمومی است. پرسش اینجاست، این همه هزاران هکتار زمین که مسئله پوشیده نیست، اینها چگونه که کوکنار کش میکنن و سلام میخرن و امریکایی هم چشم خود میبندن و به حکومت هم که اجازه نمیده. اینها پرسش هایش که بطرح میشه. کم نیستن از رانندگان موتورهای باری که پیمانکاران نیروهای امریکایی بودن و همیشه قصه میکنن که چگونه اینها نیروهای امریکایی در همون پایگاه های خود از خریداران عمده هیروین های امین دقانان هستن، یعنی توسط همین رانندگان منتقل میشه برایشان، یعنی به گونه غیر مستقیم امریکایی‌ها پول تزریق کردند برای طالبان و الا از بین بردن این هم هزاران هکتار زمین که چیز آفتابی کار ساده بوده. اگر همه عاید طالبان از همین راه هست که البته این درست هم هست که یک بخش عمدهش هست، خب نابود کردن این آسان تر است یا این که امریکایی‌ها از طریق بسیار پیچیده اطلاعاتی دنبال طالب بگردن؟ اما در این میان فکر نمیکنین حکومت افغانستان هم مقصر است؟ نه خیر. چرا؟ ما از دو سه رقم حکومت باید نام بگیریم. درست. یکی حکومتی که در روزگاری که 150 هزار سرباز امریکایی اینجا حضور داشته و حکومت خب بسیار ضعیف بوده، صحبت از یک دهه پیش یک و نیم دهه پیش است. خب حکومت هیچ قدرتی نبوده، یعنی ظرفیت بشری لازم نداشته، بنیادهای دولت ساخته نشده بوده. خب ولی خب امریکایی آمدن همه کارها رو کامل در قبضه خود داشتن. حتی اینجا آقای یارمند میدانند که امین وزارتی که برای مبارزه با مواد مخدر ساخته شد اینها صلاحیت نداشتند که بیشتر از 2-3 کیلوگرم هیروین ضبط کنند. بیشتر از اون رو بعد انگلیس‌ها خودشان میگرفتند و بعد کارهای پوشیده که خودشان داشتن. وضعیت این بوده در افغانستان. خب حکومت هم که نمیتونسته هر روز بیای به مردم بگه یا ایو الناس من حکومتی هستم که هیچ اجازه کاری ندارم. این بوده. حالا هم که نیروهای امریکایی به شدت کاهش یافته این سبب شده و کمک های امریکایی ها که کاهش یافته حکومت یک مقدار این قدرت پیدا کرده خود در برابر امریکایی ها گاهی شاخشان ها نشان بده یک مقدار مستقل تر عمل کنه. این مسئله نوست، مسئله است که حالا به همین 3-4 سال اخیر برمیگرده. حالا این همه فساد گسترده در این 20 سال شما اگر در نظر بگیری بخش عمدهش در بازه زمانی صورت گرفته که امریکایی ها حضور قدرتمندانه داشتن و اجازه نمیدن برای کار. این هم به یاد داشته باشیم.
در گذشته در همان موردهایی که حکومت تا میخواست صدای خود بلند کنه، درست، از مسئله فساد و نفهم چی به عنوان حربه امریکایی استفاده میکنن علیه حکومت و تحت فشار قرار میدادن. این هم بوده. نکته دیگر این است که همکاریایی که با چهره‌های مقتدری که درآمدهای نامشروع دارند امریکایی‌ها میشه داشتن، حکومت که فشار میده سفارتخانه آنها را در بغل میگیرند. اگر سفارت آنها را از خود میران در گذشته، باز حکومت آنها را در بغل میگیرد. مشکلی بود که بین سفارتخانه‌های غربی و حکومت بر سر اینکه از قدرتمندان چگونه در راه سیاسی از خود از ایشان استفاده کنه نوع رقابت بوده. به این ترتیب ببینید که بخش عمده از تولید فساد، گسترش فساد، درست، ریشه در نوع مدیریت آمدانی امریکا یا در افغانستان داشته. بله آقای یارمند، شما موافق هستن با صحبت های آقای رفعت در رابطه به این که خب بیشتر گزارش هایی هم که پخش میشه کارکرد ایالات متحده روش تبلیغاتی داشته؟ ببینین، میشه که بگیم روش تبلیغاتی داشته، به دلیل از اینکه من مسلکم تحقیق است. بله، وقتی که گفته میشه که اینی قدر تجهیزات نامعلوم است، بله، این نمیتونه نامعلوم باشه. من پیشتر عرض کردم به شما، زمانی که هر چیزی که هر نوع سلاح، هر نوع مهمات، هر نوع وسایط زیرهی انوی و ای چیزا، هر نوع الیکوپتر، توپ، هاوان، هر چیزی که میایه، اصول ای بود که باید ایالات متحده امریکا ای را تسلیم میکرد به وزارت دفاع. در امضای تمام مسئولین هم میگرفت، باز وزارت دفاع با نظر داشت تشکیل به قدم های تحت اثر خود توضیح میکرد که یک صورت حساب معلوم میبود. من خدمتتان عرض کنم که من در وقت قندار رفته بودم، در وزارت داخله ما موتر لنکروزر هیچ نداشتیم، اما 50 اراد موتر در قماندانی امنیه لنکروزر جدید بود. من مدیر لوجستیکی از او را گفتم، گفتم ما برادر شما ایره چه رقمی پیدا کردین؟ ما موتر نداریم، شما موتر دارین. گفتن که ایره برای ما امیج آوردن، از تیاره پایین کردن تسلیم دادن. قطعا صورت حسابی از او را کس پیدا کردن نمیتونه. حکومت مرکزی در جریان نمی باشه. یا مثلا قول اردو تأسیس می شد به اساس برنامه، وقتی که افتتاح می شد رئیس جمهور اونجا می رفت، به صدها انوی است، به صدها رینجر است، در اونمونجا استاد است و این امریکایی ها پایین کردن، در اونمونجا تسلیم کردن. دفاتر مرکزی که در چی است، در وزارت دفاع است و در وزارت داخل است، اینا خبر نبودن. یا مثلا مراکز تعلیمی، در مراکز تعلیمی وقتی که مداومین فارغ میشد، اموج سلاح برشان داده میشد و این سلاح در جمعی از او قید میشد. این قطعا در دفاتر مرکزی چی نبود، ثبت نمیشد. بناهن ما بالای این مسئله ادعا کردیم که شما چرا این کار را میکنین، این کار بالاخره اصطلاع گم میشه. بله آقای یارمند، خب در حال حاضر چی باید شود؟ خیلی کوتاه، در ظرف 10 ثانیه اگر بر ما بگوین. امی یک تیم مشترک تعیین شود، درست، ایالات متحده امریکا هر جنسی را که داده امضای کره گرفته معلوم میشه، سند بیته. بله، و دولت افغانستان، وزارت دفاع و داخله امو برویتی از او چی بکنه، صورت حساب بیته. بله، تشکر، سپاس از این که حضور یافتین مهمانان عزیز. بباز و از سپاس شما هم که بیننده محور بودید. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.